علائم کرونا داریم، دقیقاً بعد از چه مدت باید به بیمارستان مراجعه کنیم یا به اورژانس زنگ بزنیم؟ کادر درمان بعد از تموم شدن شیفتشون باید چطور خودشون رو ضد عفونی کنن که ناقل ویروس نباشن؟ اینا چند نمونه از سوال‌هایی که شما با هشتگ از ما بپرس برای ما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز از قرنطینه خونگی این سوال‌های شما رو از دکتر وحید آریان، متخصص طب اورژانس در بریتانیا می‌پرسم. دکتر آریان خوش اومدید به برنامه. خیلی ممنون. وکیل احمد پرسیده در افغانستان کمبود دستگاه‌های تنفس مصنوعی وجود داره. با توجه به شیوع کرونا آیا به این معنیه که اکثر افراد مبتلا متأسفانه در افغانستان زنده نمی‌مونن؟ به خاطر اینکه این مریضی کووید 19 تمام جهان سرایت پیدا کرده، این هواکش ها یا ونتیلیترز کمبودیشان در همه مملکت ها دیده شده، بخصوص در کشورهای اروپایی و امریکا مریض های با کووید 19 بسیار زیاد مبتلا شدن و از هواکش استفاده میشد. و در عین زمان کشورهایی که جنگ زده هستند، اونا امکاناتشون کم است. افغانستان هم متاسفانه امکاناتش کم است. ولی ما در خبرها شنیدیم که دولت افغانستان هم خریداری میکنه از هواکش ها و هم با فابریکا که داخل افغانستان هستن هدایت کرده که او را بسازن. دکتر آریان، شما خودتون جایزه قهرمان بین المللی را از سازمان ملل دریافت کردید به خاطر سازمان خیریه که را انداختید علاج از راه دور، که یه شبکه از پزشکای کانادا، بریتانیایی و آمریکایی رو در واقع با اسکایپ و واتساپ وصل می‌کنید به مناطق جنگ زده. چه کمک‌هایی برای افغانستان درخواست کردید از نهادهای بین المللی؟ بله، ما همراه اعضای بین الملل و جهان صحی در ارتباط هستیم و فعلا هم به خاطر ارتقای ظرفیت دکترهایی که در بخش‌های مراقبت جدی افغانستان هستند و یا هم در سوریه و در یوگاندا هستند، با امروشان تماس داریم و همکاری میکنیم. یکی برایشان ترنینگ آماده میکنیم و در همین زمان کیس‌هایی که و بسیار مغلق هست ما با امروشان حل میکنیم و امروشان تماس میگیریم از روی اینترنت. هارون سوال کرده مادر من پرستاره و یک ماه خونه نیومده. آیا شما هم در انگلیس بعد از تموم شدن شیفت کاریتون به قرنطینه میرید یا مستقیم میرید به خونه؟ عمل مهم در پروسه ضد عفونی شستن دست هاست. به خاطر شستن دست ها ما از آب و صابون کار بگیریم و این پروسه از 20 تا 30 ثانیه دوام کنه. اگر آب و صابون نباشه ما باید از ژل که الکل از 60 تا 70 درصد بلندتر داشته باشه استفاده کنیم. همین پروسه را ما در داخل بیمارستان هم استفاده میکنم شستن دست ها. با وقت ما خودم شخصا به خانه برمیگردم، شاور میگیرم و کالای لباس های شفاخانه را در ماشین لباسشویی میاندازم. اشخاص صحی که با کلانسنا زندگی میکنن و یا به اشخاصی که در فامیلشان مریضی داشته باشن و مانند مریضی قلب، شش و یا هم شکر، باید از اینا دور باشن. و اگر این کلانسن در فامیلشون نباشه و یا کسی که در فامیلشون مریضی نداشته باشه، ضرور نیست که از فامیلشون دور باشه، ولی باید پروسه ضد عفونی را تعقیب کنه. نسیم پرسید اگر علائم کرونا داریم دقیقا تو چه مرحله‌ای باید زنگ بزنیم به اورژانس و اونها چطور ما رو به بیمارستان میبرن؟ متاسفانه در بعضی اشخاص علائم کووید 19 بسیار جدی میباشه، دمانند نفس تنگی، درجه حرارت بسیار بلند و یا هم بیهوشی، که در همین زمان یا وقت ای علائم را دیده میشیم باید ما با آمبولانس و یا با دکتر زنگ بزنیم. و اگر ما از خانه دور هم میشیم و به شفاخانه میریم باید ماسک بپوشیم تا دیگه اشخاص از ما این مرض کووید 19 را نگیره. شما همکاران خودتون یا خودتون اگر در آمبولانس هستید و میرید با یک بیماری که مشکوک هست به کووید 19 چه جور برخوردی میکنید؟ اشخاصی که مشکوک به کووید 19 باشند وقتی که امبولانس پیشید از یا میه، ما از تجهیزات محافظوی استفاده میکنیم که ماسک است، ایپرون میگن، و از دستکش‌های خاص استفاده میکنیم و این مریض معاینه میکنیم. اگر ضرورت به بردنشان به شفاخانه بیمارستان باشد، امبولانس اونا را انتقال میکنه و اگر ضرورت برشان نباشد برشان میگن که شما باید در خانه قرنطینه بمانید. تست هم میکنید در آمبولانس؟ در داخل آمبولانس ما چند چیز معاینه میکنیم که او یکیش نبض است، دومیش هم فشار است، سومیش هم
ای که درجه حرارتشون چقدر هست و چهارم ای که اندازه اکسیژن خونشون به چی اندازه است. از این چهار جزء تشخیصی ما تصمیم میگیریم که آیا این مریض مهم است به شفاخانه یا بیمارستان این انتقال بکنیم و یا هم اینا به خانه بانه. علی پرسیده خوابوندن بیماران مبتلا به ویروس کرونا روی شکم میتونه جونشون رو نجات بده؟ خوابیدن بر روی شکم بر کسایی که علائم کووید 19 خفیف داشته باشن یا علائمشون خفیف باشه ضرور نیست. وقتی که علائم کووید 19 بسیار شدید باشه و این مریض به شفاخانه بیمارستان انتقال می‌یابه و برایشون هواکش داده میشه و تحت نظر دکتر میباشه، اینها را بر روی شکم میخوابانه. بله، ولی در داخل خانه ضرور نیست. دلیلش چیه؟ تنفس راحت تر میشه اگر خوابیده روی شکم باشه آدم؟ وقتی در چین اینا تحقیق کرده بودن، اینا دریافتن که بهبودی شش ها بعد از خوابیدن به روی شکم بیشتر میباشه. آرش میگه در شبکه‌های اجتماعی یک روش آزمایش توصیه میشه که اگه فرد نفسش رو 10 تا 15 ثانیه حبس کنه و بعد موقع بازدم اگه سرفه کرد نشون دهنده اینه که مبتلا به کرونا است. این صحیح هست؟ نه خیر، تشخیص کرونا فعلا از طریق PCR ماشین PCR تجزیه میشه و ای به این صورته که از گلو ما سواب میگیریم. وقتی این سواب که گرفتیم این به لابراتوار روان میشه و از طریق ماشین PCR تجزیه میشه و حبس کردن نفس تشخیص کرونا ویروس رو نمیکنه. محمد پرسیده ویروس روی زمین چقدر باقی میمونه و روی پارکت و فرش چطور؟ چند وقت یه بار باید زمین خونه رو در واقع شست؟ کرونا ویروس به روی سطوح هم از چند ساعت تا چند روز میمونه. این سطوح امکان داره چوب باشه یا هم آهن باشه و یا هم پلاستیک باشه. باید ما متوجه شیم کسانی که مشکوک به کووید 19 هستن و او در خانه همراه ما زندگی میکنن، سطوحی که میشه اونا لمس بکنه با دست خود، اون سطوح را باید ما با مواد ضد عفونی که در خانه هست پاک کنیم و پاک کردن فرشایی که به اون لمس به دست لمس نمیشن ضرور نیست. یعنی راه میرن روش اتفاقی نمیفته؟ امکانش هست که قطرات که از بینی و یا از دهن بیرون میشه که در اون قطرات کرونا ویروس هست روی فرش هم بمانه، ولی ای که ما این فرش به دست خود لمس نمی کنیم ضرور نیست که فرش باید بشیم. سطوحی که به دست لمس میشه و بعد از او این دستای خود ما به دهن میزنیم یا بینی و یا چشم، این خطر داره که این قطرات که کرونا ویروس داشته باشه با ما سرایت پیدا کنه. خیلی ممنون دکتر آریان از وقتی که به ما دادید. شما هم سوالات خودتون رو در مورد کرونا با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما برامون بفرستید.